سلام به بچه های ساکر پادکست امیدوارم که حالمتون خوب باشه اومدیم راجع به قهرمانی عجیب و غریب لورکوزن توی بوندسلیگا صحبت کنیم که همین الان تونستن با بازی که پنچیت جلوی ورده تو خونشون بردن قهرمان بوندسلیگا بشن برای بچه های که تازه ما رو میبینن ما راجع فوتبال اروپا صحبت میکنیم اگه دوست ما رو سابسکرایب کنین لایو ریاکشن به بازی حساس میایم علامت زنگوله رو بزنین که ما هر موقع میایم لایو خودتون خبردار بشین مجید رو داریم چطوری مجید جان خوبی سلام سروشون در خدمت هستم خیلی خوشحالم که با یه آیتم دیگه قهرمانی بایر لورکوزن قطع کردن نوار سریالی قهرمانی بایر مونیخ و همینطور کسب اولین به اصطلاح دیگه توی بوندسلیگا حالا به آره حالا به اصطلاح که نمیدونم توی ایران داره یا نه اما خب به همین که تونس یه مربی جدید جاوی آلونسو رو معرفی بکنه و همینطور بتونه یه سری رکوردها رو بزنه جذاب بوده من اینکه دوتا هوادار ایرانی هم اتفاقا دیدم بچه همکارمون توی اینستاگرام و اینا واقعا هوادار لیورکوزن بود خیلی وقته و امسال هم دیگه خیلی خوشحاله طرف فکرم هم اون به طرفداراش از اون زمانی که هانسیو بود و به لوسیو و زیروبرتو و اینا که بودن نه. که تو فینا به رال مادید باخته از اونجا یه جورایی شک نه. گرفتن هوادار و وگرن... تاریخی زیدان آره آره مثل هواداران مثلا مثل... حالا یه سری مثلا اینا خلاصه توی بازی آخرشو مجید پنج تا زدن ویرتس دقیقه 46 اومد تو اتریک کرد سه تا زد و بونی فیس و جاکام گل زدن باز شد پنچیچ ببرن ایکس جی سه و سی خرخ کردن بیست تا شود زدن ده تاش تو چارچوب بود پنج تا موقعیت بزرگ گذنی خرخ کردن و دو تاش از دست دادن 572 تا پاس سالم دادن هفت تا کورنر زدن که ورده برمه کورنر و اینام اصلا نزد و یه دونه شانس دست داده بود و الان جدول بوندسلیگا رو براتون هم نگاه میکنم 29 تا بازی لورکوزن انجام داره 79 امتیاز داره توازن گل مثبت 55 با اختلاف 16 امتیاز با, با بایر مونیخ یعنی چی میشه که بعد از 11 سال همچه اتفاق میفته و یک راجع به لورکوزن برامون صحبت کن و تیمایی که همچین رکوردایی رو داشتن والا خب بعد داستان برمیگرد به سال 2019 زمانی که جاوی آلونسو با رئال سوسیداد بی شروع کرد به مربیگری و بعد سال 2022 فهم بود اومد بایر لیورکوزن فکر کنم عواسط فصل بود وضعیت خیلی خوبی هم بایر لیورکوزن نداشت و خب طبیعتا جاوی آلونسو هم تجربه مربیگری توی تیم اصلی باشگاهی هم نداشت ولی خب به به سبب اینکه شناخت خوبی از بوندسلیگا داشت خب توی بایر مونیخ بازی کرده بود این باعث شدش که مسلرن بایر لورکوزن بهش اطمینان کنن و وسط فصل که واقعا شاید خیلی بدی هم داشت به تیم تیمو بدن دست ژاوی آلونسو و واقعا میتونم بگم که معجزه کرد با این تیم و یه سری آمارای خارق العاده رو به جا گذاشته مثل همین نزدیک 43 بازی تا حالا نباختن یعنی بوندس لیگا و لیگای اروپایی که مثلا تیم بازی اروپایی که تو گروهی نه انجام دادم تو خب رکورد خیلی خوبی بوده داره رکورد میزنه رکورد جهانی رو جدا از اون اولین قهرمانی بایر لیورکوزن بوده که خب این باشگاه و بهتر بگم شهر لیبرکوزم به خاطر این دستاوردش یه کوچه ای که منتهی میشه به ورزشگاه رو به اسم ژاوی آلونسو نامگذاری کرد و خب بازیکنایی که از باشگاه کنار گذاشت مثل حالا سردار آزمون و بازیکنهایی که به فوتبال معرفی کرد که یه ذره سخت فکر میکنم نگه داشتنشون مثل همون بونیفیسی که گفتی توی 27 بازی 18 گل زده و 8 تا دا گل داده و خب بازیکنه کناریش هم مثل هوفنمن و گیمالدو و اینا واقعا به صلاح ببین درسته اینا با جابیالانس دیده شده حالا قبلش بازیکنه با کوالیتی با تقریبا بودن ولی اینکه تو به تیم مان کنی باعث کل اسکواد تیم دیده شدیگه دیگه یعنی الان آره. یعنی آره. گریمالدو و یه این, آره. این تیم یه بازی میکردن که اصلا تیم خیلی تیم سرحالی بود این فصل من سه چهار تا بازیشون رو دیدم مثلا دو تا بازی با قره باغ داشتن اگه شما هم بازی رفت بازی برگشت اگه شما برگ... که برگ... که مطمئنا برگشتن فکر کنم عقب بودن عقب تیم... بودن درسته. تیم آتش بارها دیدم تی... این تیم دقیقه 87 به بعد تازه دو سه تا زده یعنی اصلا آ... اصلا ببین اینقدر حمله میکنه اینقدر حمله میکنه و خوبم تقریبا میشه گفت خط دفاعشو نمیخوام بگم فوقلاده نیست واقعا ولی خیلی تیم اسکواد خیلی همه هنگی تونستم تونستم اما رو نگاه کنم خط دفاعشون مثلا توی بازی اروپایی فکر میگم بیشتر به مشکل میخورن یعنی من میخوردم مثلا جل و ولی تو دیگه الان نگاه میکنم اونم فوقلاده کاری کردن خلا 19 تا گل فقط خورده، یعنی تو خط دفاعم نگاه کن بگو آره خط دفاعی که 19 تا گل فکر میکنم با اینتر اینتر 17 تا گل خوردی یا 16 تا گلی همچین چیزی و بعدش با کوزن و خب میگم آره بازیکنه که گفتی رو به شکوفایی رسوند و این واقعا یه دستاورد خیلی بزرگه با ژاوی آلونسو که گفته فصل بعدم میخوام تو این باشگاه به اونم بله. کارهای نکرده دارم و فکر میکنم واقعا هدف بزرگش چمپیونز لیگه و اون طرز فکر و پختگی رو تزریق کرده به بازیکنه اون میل نباختن میل جنگیدن تا دقایق آخر اون بارها شده که دقیقه 90 یعنی 89 90 گل مساوی و بعضا گل پیروزی رو زدن همین همین آره. رو میگم یه 89 گل مساوی رو میزنه وله میکنه میگم ببرم یعنی خواب... یا میبازم یا میبرم که نباخت و خب موقعی که یکی دو دفعه این قضیه تکرار میشه دیگه بهشون اثبات میشه هره. که میتونن فعل خواستن رو صرف کردن دقیقا. و خب آماری که تا حالا گذاشته اما به صحبت آماری داشتیم میکردیم بحث به اصطلاح اروپاش به کنار که داره رکورد میزنه 43 بازی بازی برگشتش با ورسا مونده توی لیگ اروپا ولی توی لیگ هنوز نتونسته رکورد بایمونه رو بزنه با پپ گواردیولا 53 بازی بدون باخت از سال 2012 فکر می تا 2014 با آره. تا نه نه نه, 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 نه. تا نه تا مارچ 2014 بوده 29 مارچ 2014 بوده آماری که من دارم 3 نوامبر 2012 تا 29 مارچ 2014 با پپ گاردیولا که به اصطلاح 53 بازی با مونیخ نباخته یعنی این صحبت از بوندس لیگا اما یه لول بالاتر کلا رکورد اصلی نباختن تو لیگ دست ای سی میلان کاپلوه سال 1991 تا 93 58 بازی نباخته به سلام میلان ولی خب بعید نیستش که اینجوری که داره پیش میره حالا اگه به سلام بازی کنه یه ذره اون دیگه ستیسفای نشن و همینجوری ادامه بدن بعید نیستش که بایر بکوزی میتونه رکورد کاپلو رو هم حتی بزنه آره من حالا لانگست آن بیتن رانین فوتبال یعنی بیشترین ران بدون باخت در فوتبال تیمارم بخونم ب... که مجید گفت گو... بعد این راجع بشی بریم مجید که یه آسه میلان 58 تا بازی نباخته بین 91 تا 93 بایر مونیخ 53 تا بازی نباخته بین 2012 تا 2013 اینجا من دارم تو میگی 2014 اوکی فرقی نمیکنه در صورت آرسنال 2003 2004 جام طلایی 49 تا بازی یوونتوس 2011 2012 49 تا بازی بارسلونای 2017 2018 43 تا بازی ناتینگهام فارست 97 بخشید 77 78 چل و دو تا بازی و چلسی 2004 دوزار دو هم چل تا بازی حالا بقیه دیگه آیتم میکنیم دیگه خیلی از این حتی این هم بگم دوباره به سروش تاکید اینا توی لیگ یعنی مثلا بازی اروپایی نیستش که مثلا امکان داره تو بازی اروپایی باخته باشن ولی توی لیگ این مدت رو نباختن حالا چیزی که هست اینه که حالا آینده ژاوی آلونسو چی میشه عطا که خب صحبت سروش بود سروش که جای یورگن کلوب بیاد یا به صلاح بره بایرمونیخ مونیخ جای توخل اما چیزی هست که خودش گفته که من میخوام بمونم و این موندن یه جورایی یه آلارمیه فکر میکنم به پرز که میخواد خودش که من میخوام بله صد درصد چون, چون خودش یکم تجربه بیشتر کسب میکنه چون پرز گفته بودش که من به قول یارو گفتنی هنوز نمیتونم روش حساب بکنم چون به سالا بوندسلیگا سطحش حالا چیزه ولی خب چیزی که داره توی یوفا هم داره سالا کسب میکنه نتایجی که داره کسب میکنه مون به آماده که دویت شکست و دو اینا داره نشون میده که میتونه مربی لیگ اروپایی هم باشه حالا چه یوفا چه چمپیونز لیگ و خب آنجلوتی هم یه فصل دیگه قرارداد داره خب بهتره یه فصل دیگه این تو فصل بعد به صلاح خیلی من دوست داشتم که بمونه تو لیورکوزن که حیف نشه چون معمولا مربی ها معمولا اگه چلنج سخت حالا مثلا تو رئال شاید خیلی کاری سختم بود رئال باید ولی مثلا تو لیورپول اگه مثلا میرفت یه کمی چلنج سخت بود و ممکن بود که اصلا مربی بریزه به هم دیگه یعنی مربی اه. که مثلا مثل م... بین باشیم سروش بازیکن ها از این تیم جدا میشن چون شرایط مالی بایر لورکوزن مثلا بایر امسال هم بمونن نهایتش یه سال بیشتر شاید بمونن آره. ولی اون چیزی که هست اینه که دیگه اون پشنه دیگه از بین میره و شاید بایر لورکوزن مثلا نقش دورتموند یه جورایی بتونه بازی بکنه که یه سری بازیکن بیاره به اصطلاح شکوفا بشن و بعد بفروشن چون لحاظ مالی بایر لورکوزن حالا درسته که لورکوزن شهر صنعتی شیمیایی و شیمی و اینجور داستانا خیلی خوب ولی اونقدر بودجه مالی نداره و خب طبیعتا هم آلونسو گزینه خوبی میتونه جای آنجلوتی باشه با توجه به اینکه تجربه لیگ برتر انگلیس رو داره لیگ اسپانیا رو داره لیگ آلمان رو داره و تو تیم‌های بزرگی مثل رئال مادرید لیورپول و بایر مونیخ بازی کرده ببینیم که فکر کنم مدیرشون هم رودی فولر دیگه اگه اشتباه مجید و ببینیم رودی که رودی فولر ف... فصل رودی... بعد جانم رودی فولر البته آره با حفظ سمت نمیدونم رودی فولر الان تو فدراسیون آلمانه که دوباره جایگزینی حالا برای هم بود بچه‌ها برام کامنت کنن آره چون الان دنبال تمدید کردن برای سرمربی و دنبال پیدا کردن سرمربی برای تیم ملی آلمانه بعد از افتضاحاتی که قبلا افتاد حالا نمیدونم هنوز حفظ سمت داره تو بایر لورکوزن یا نه چون معمولا تو آلمان همچین اتفاقی نمیفته که طرف بخواد دو تا شغل داشته باشه خوده... بچهای لورکوزن باز برامون کامنت آره. کنن من آمار جدولم بخونم قبل اینکه برنامه رو بندی 29 تا بازی کرده لورکوزن 25 تا با 4 تا مساوی بدون با 74 گل زده 19 گل خورده مثبت 55 تفاضل 79 امتیاز بایر مونیخ تیم دومه 29 بازی 20 برد 3 مساوی و 6 باخت با 63 امتیاز یعنی 16 امتیاز اختلاف و تبریک به هوادار لورکوزن اگه هواداری در ایران داره یا اصلا الان من پیاممو به لیورپول در سراسر جهان بله تبریک میگم که عجب تیمی شد خیلی دوستان فصل بعد توی چمپیونز لیگ ببینمشون ساسات دو سه تا تیم بزرگ رو بکش و با هم عشق کنیم خسته اشخ. نباشین دوباره